درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینم. سعید بهبانی هستم در این روز پنجشنبه. شنبه خوب و پنجشنبه‌ای که به حال این پنجشنبه ها علل اصول برای ما پر از خاطرات، برای من میتونم یه بار دیگه در خدمت آقای وفا یغمایی نازنین باشم، لطف و صورت دیگری داره. اجازه بده که عرض ادب و احترام کنیم، سلام کنیم با آقای یغمایی و خوش آمد بگیم زور این نازنین رو. آقا سلام میکنم به شما. درود بر شما آقای بهمانی و درود بر همیهنان گرامی و خوشحالم که باز همسفریم در میهن تیوی و با همیهنان گرامی برجامده. ممنون از مهر و محبت تو نازنین. امروز هم در حقیقت ازم به حضور شما که 16 اسفند است و 7 مارس، فردا 8 مارس است روز جهانی زن. بنابراین ما پیشاپیش این روز بزرگ رو به همه بانوان بزرگ جهان و در خصوص بانوان میهنم تبریک میگم و عرض ادب و احترام میکنم یکایک که این نازنین مادران خواهران ما. و 40 سال است که اینها زیر ستم مضاعف بسند. میدونید که ما در این برنامه ها و خدمت آقای یغمایی هم تو که بارها توضیح دادم، برنامه آقای یغمایی برنامه دو قسمتیه. یکی رو روزای چهارشنبه بعد از برنامه آقای مصداقی پخش میکنیم، یه ویدیوهایی که خود آقای یغمایی همراه دوست بسیار خوب ما آقای مهدی دربهانی زحمت میکشه و اینا رو تهیه کردن. اینا به دو بخش تقسیم میشه. بخشش مربوط است به تاریخ پیش از اسلام، تاریخ ایران پیش از اسلام، و بخشش مربوط است به بعد از اسلام. تا اینجا در بخش اول 100 برنامه، در این بخش دوم تا کنون به 79 برنامه رو دیروز خدمت شما به همت آقای یغمایی و آقای مهدی نازنین عرضه کردیم. بخش 79 رو اینا رو شما میتونید توی همون یوتیوب، کانال یوتیوب میهن تیوی اگه تشریف ببرید، خیلی آسون هم هست. اونجا در گذرگاه تاریخ اسم این مجموعه هست. ما در اون کانال ویدیو تلاش کردم که اینا رو تفکیک کنم و هر کدوم از این شخصیت ها که در این میهن تیوی برنامه دارن رو در یک جا قرار بدم که آسون باشه، بتونید پیگیر باشید به صورت یک فایل محکم و در حقیقت درست اونجا قرار ده. اما روزهای پنجشنبه دنبال میکنیم آقای یغمایی، رسیدیم به عصر پهلوی و سالهای 1320 رو دوره میکرد در عصر پهلوی دوم. ولی هفته پیش بنابر یه مناسبتهایی مجبور شدیم که رنگ کنیم. مناسبتش هم میدونی که اون نامه های فضیعتکاریست که یه آدمهایی حتی یکیشون رو اسمش رو که گذاشته بود نمیدونم عارف شیرازی، در حقیقت نه عارف بود و نه شیرازی، هیچ کدوم اینا نبود، بلکه یک آدم دیگری است و اینا حتی هویت خودشون رو هم پنهان میکنن. جالب قضیه در این است که این یکی است یه دوره خودشو جمال بامداد معرفی میکرده، حالا شده عارف شیرازی. و تو همین راستا در حقیقت ما گفتم وقتی که دنبال میکردیم از یه رو هفته گذشته روی این موضوع ایستادگی کردیم و ایستادیم رو همین موضوع این نامه ها. و آقای یغمایی هم یه ویدیویی رو خودشون دوباره درست کردن که رو صفحه اول سایت ما تو اون پایین صفحه تو بخش برنامه‌های ویژه قرار دادین که نقدی است بر این فیلسوف خمینی
مجسن آقای دباغ، فرج، فرج دباغ، و دیدم که اون برنامه هم نشون میده که چقدر مخاطب علاقمنده به این. تبریک میگیم به آقای یغمایی که تونست این کار رو انجام بده. دیدم نزدیک 12,000 نفر این ویدیو رو دنبال کرد. اما بررسی رفتارهای این سازمانهای سیاسی هم فکر میکنم موضوع مهمیه، و اینکه یه سازمانی بعد از قریب 50 سال کارش به اینجا رسیده که خوش بده، فضیحت بگه و انگ بزنه، توهین کنه، تحقیر کنه، این همه اعضاش رو در حقیقت به ورطه نیستی و نابودی برد. این هفته هم یه کسی به نام جواد پوینده اومده و گفته که این امیر وفا یغمایی مثل پدرش دستور وزارت اطلاعات اومده به میهن تیوی و این حرفا رو زده. من میخوام از آقای یغمایی بپرسم که این ماجرای وزارت اطلاعات چیه؟ چرا اینا مرتب به این ریسمان چنگ میزنن؟ چیه ماجراشون؟ چرا؟ آیا استدلال دیگری ندارن جز این که بگی که من مال وزارت اطلاعاتم، لیزیونم آشپزخونه ایه؟ اگر که مال وزارت اطلاعاتم، پس چرا آشپزخونه؟ چرا؟ نمیفهم. بگید بینیم آقای یغمایی، شما چی میفهمی از این ماجرا؟ چی میگید؟ درود مجدد به شما آقای بهبهانی و همیهنان. ببینید، در میهن تیوی اگر گاه و بیگاه این مسائل بررسی میشه، نه به خاطر خود این افراد، این افراد به اندازه پشیزی ارزش ندارن، برای اینکه اگر که مرد میدون بودن یا حرفی داشتن با عکس و اسم واقعیشون میمادن یا مرد و مردانه دعوت میکردن که دعوت میشد ازشون که تشریف بیارید تو میهن تیوی بنشینید پشت اینجا، نه این که در یک سوراخ قایم بشید و مزخرف ببافید. و من از حقارت اینها بسیار بسیار واقعا غمگینم، از اینکه انسان به چنین خلاصه حزیزی بیفته. و اگه بررسی میشه به خاطر اینه که ببینید ما فدایان اسلام رو در این بررسی میکنیم، یا مثلا سربداران رو، یا گروه های ارتجاعی رو. این هم یک گروه، منظور فرد نیست، یعنی تاریخ زنده است. منتها فدایان اسلام سپری شدند، رفتن دنبال کارشون، ولی اینا هستن. اگر ما با یک فرد روبرو بودیم، یک فردی که یک چاقوکش محله مثلا یه نعره‌ای میکشید، عربده‌ای میکشید، میرفت، توجهی نمیکردیم. کار ما این نیست. عمر ارزشمندتر از اینه که صرف چنین افرادی بشه. من بارها حتی با دوستانی که بحث فردی با من دارن، من بهشون میگم که دوستان، من دیگه عمرم از سنین جوانی و میانسالی گذشته، فردی حرف نمیزنم. اگر حرفی دارید بیایید جمعی مطرح بکنیم که شنوندگان بشنوند، و ما اگر چند ساعت عمر از دست بدیم فایده ای داشته باشیم. همین دلیله که اینا رو بررسی میکنم. ببینید این آدمی که برداشته دوباره، اون قبلی که به قول معروف معلوم نیست کیست و کجاست، و دیدم اون سایتشون هم در حال تعمیر، حدود یک هفته از تعطیل کردن. این فرد دیگه، این از این به قول معروف شاه عباس میگفت کلب آستان علی، ایشون هم از کلبهای آستان ولایت هستن. یعنی 7-8-10 ساله که به همین نام گاه بیگاه یک یاوه‌های مینویسه، و این بار من ازش تشکر میکنم که منو به یک شناخت جدیدی رسوند، چون همیشه ما با ترمز حرکت میکنیم. رفته راحت نوشته که این مثل پدرش به دستور وزارت اطلاعات اولا یک مدرک بهش دادن، مدرک کارشناسی نمیدونم محیط زیست، و خیلی هم چیز شیرین کرده خودشو که گفته که مدرک میخوای من بگم دوستان بدم. من به سرم حدود یک سال نیم قبل لیسانسشو گرفت، برای من فرستاد و الان داره فوق لیسانسو میگیره و علاقهشم به طبیعته. و این رفتاری که اینا کردن بیش از این که مایه مثلا آزار ما بشه، مایه تعجب و حیرت میشه که اینها چجوری راحت، یعنی اینقدر سقوط کردند، اینقدر در کلبی آستان رهبر عقیدتی فرو رفتند که اصلا براشون مهم نیست که چی واقعیه و چی غیر واقعی. دفعه قبلم
من گفتم که اینها از یک زاویه حق دارن، زیرا این قبلا من یک مقاله نوشته بودم به اسم خلاصه پیروان رهبر عقیدتی، که اینا همدیگر رو تکمیل میکنن، زیرا منطقه خیر و شر رو اون تعیین میکنه، نه واقعیت سیاسی و اجتماعی و شخصیت افراد. این مهم نیست که شریفترین آدم ها مثلا مورد انگ قرار بگیرن، منظورم اصلا خودم نیستی را کسانی مورد توهین قرار گرفتن که من ذره‌ای در مقابل اونها نیستم و 50 سال بعضیشون مبارزه کردن با سختی. مهم نیست، تا با نقطه مرکزی رهبر که جهان با اون شناخته میشه، یعنی اون نقطه اصل به قول معروف نقطه القاف، نقطه وجود هست، هر کی با مخالف باشه، بهترین آدم باشه، این اطلاعاتیه بده. و اگر بدترین آدم ها سر بر آستان بذارن و یک پار استخوانی بگیرن، اینها اگرچه در گرداب فساد و لجن فرو رفته باشن و انواع و اقسام مفاسد سیاسی و اخلاقی داشته باشن، هیچ اشکالی ندارن، عزیزن، شریفن و کسی پشتشون حرف نمیزن. و همین دلیلی که این جناب جواد پوینده اصلا براش مهم نیست که کسی رفته دانشگاه، نرفته، لیسانس گرفته، نگرفته، چه پروسه ای رو طی کرده، ذره ای توجه نکرده به حرفای من از زاویه اینکه پسر من هست یا اینکه جواد پوینده علیه من چیزی نوشته، اصلا صحبت نمیکنه. مهم نیست، قول معروف یک سر و صدای بود رد میشه. ولی از اینکه اینها یک نیروی سیاسی هستن، برای اینکه اینها در روشنی قرار بگیرن با توضیح داد. این نه توجه کرده که بچه 14 ساله رو برایشان بردن اونجا، تبدیل کردن به سرباز، 6 سال عمرشو بدون اینکه یک سکه به اون بپردازن به امان رزمنده گرفتن ازش، 2.5 سال انداختنش در یک کمپ بازداشتگاه، این در سن 22 سالگی خرد و خمیر و نه کودکی کرده و نه جوانی، چون از 3-4 سالگی دور از پدر و مادر، رسونده خودش به یک ساحل و موفق شده که بره دانشگاه و یک کمی سرسامان بده زندگیش، ازدواج بکنه، بچه دار بشه. اینا اصلا مهم نیست، اینا همش باد هواست. اون چیزی که مهمه وزارت اطلاعات است، که گفتم پناهگاه ایناست. من بارها گفتم اگر وزارت اطلاعات وجود نداشت، اینا باید میساختن، برای اینکه وقتی که در منطق طرف لنگه، وقتی که دلیل سیاسی نداره، وقتی توضیح نمیتونه بده، باید پناه ببره وزارت اطلاعات. یعنی اینا همدیگر کامل میکنن. چند قبل من یه مقاله نوشته بودم 2 سال قبل که شیطان وزارت اطلاعات خداست در مذاهب. خب خیلی آدم راحت میتونه فکر بکنه که این پروردگار میگه مرض داشت. به قول ناصر خسرو یه شعری داره میگه خدایا راست گویم فتنه از توست، ولی از ترس نتوانم جقیدن. تا یک جای میگه که اگر ریگی به کفش خود نداری، چرا باید شیطان آفریدن. 1000 سال قبل ناصر خسرو این رو مطرح کرده و میتونه یه آدم اگه با خرد فکر بکنه، مثلا یک فیلسوف، البته نه مثل آقای سروش، اولین سوالش اینه که به چه دلیلی باید شیطان بیافرین. خب اون کسانی که اینو علم کردن برای اینکه خرابکاری های پروردگار رو بپوشانن و بندازن گردن شیطان مادر مرده بیچاره که وجود نداره، یک تمثیلی، اینو آفریدن. دقیقاً وزارت اطلاعات شیطانی است که باید مالکشی بکنه خرابکاری های این فرد سیاسی، این گروه سیاسی یا افراد مورد نظر ما رو، که برای اینکه پاسخگو نباشن که آقا خرابکاری کردی، یک آدمی که 40 سال زحمت کشیده توی تشکیلات بهش تهمت زدی، زنشو مجبور کردید بهش توف بکنه، خودشو مجبور کردید به همسرش بد و بیرا بگه، بچه‌شون رو فرستادید خارج و بعد تو 14 سالگی بردید تفنگ انداختید کلینیک، باید پاسخ بدید. چون پاسخی نیست، امثال آقای پوینده و آقای عارف شیرازی و نمیدونم انواع اقسام افراد دیگه که من سالها باشون درگیر بودم، یه جام گفتم دیگه پاسخی نیست، حرفامو من زدم، باید به میدان بیان و این مزخرفات رو ببافند که بیشتر باعث بی‌آبرویی خودشونه. و اگر ما اینجا مطرح میکنیم، فقط برای شناخت این است. زیرا ببینید، این بار ایران اگه بخواد تغییر بکنه، همه باید در روشنایی قرار بگیرن. و من بارها گفتم این بار آتش این تحول تا آسمان هفتم بالا رفته و حتی ریش پروردگار رو هم گرم کرده که باید پاسخگو باشه، چه برسه به 4 تا موجود در هم شکسته بدبخت بیچاره اکثرا جیره‌خوار که کارشون فحاشی و امثال من یا
رسانه هایی مثل میان تیوی است که با خون جگر چراغی از روشنی رو خلاصه نگه داشتند روشن. این اندکی است که میشه درباره اینا گفت و بیشتر مثلا نیازی نیست بنویسند تا خسته بشن. خودشون افشاگر خودشون هستند اینا. ممنون از شما. عرضم به حضورت که گرفتاری در حقیقت در همین نکته است. ولی بذار این رو به همین جا وا بگذاریم و بریم سراغ این ماجرای این. برای من جالب بود این موضوع شما در مورد سروش. دلم میخواد یه قدری خودت راجع به این برامون بگی ببینیم که چی بود این واقعا چرا؟ چون من و همون صفحه دو تا برنامه ازش گذاشتم. در یه جایی میگوید که اینا همشون پنچرند و بی سوادند و اصلا سواد ندارن. سواد خمینی سواد فقهی ندارد. ولی اینجا اینگونه میگوید. چی میفهمی از این تناقض بزرگ؟ من هر دوش روی صفحه گذاشتم. دوستان میتونن برن مراجعه کنن به هر دو نوار گوش بده. بفرمایید تا بشنن. بینید این جناب سروش خود من رو هم خلاصه دچار اعجاب کرد. برای اینکه من میدونستم که نخست این فیلسوف نیست و همین میهن تیوی وای که صحبت میکردیم رسیده بودیم به دوره صفویه، رسیدیم به برخی کسانی مثل شیخ بهایی و ملا صدرا و نمیدونم امثال اینها و من یک لیست یک بار از این فلاسفه اسلامی تهیه کردم که از خواجه نصیرالدین طوسی توشون هست و آخرین فیلسوفان من جمله آقای سروش هست، حضرت امام خمینی است، علامه طباطبایی است و تعدادی از کسانی که تو دادگاه انقلاب مشغول دادن حکم اعدامند. اینا فیلسوفای ما هستند. آقای سروش، نخست من باید این تاکید بکنم که ببینید از اسلام گفتم که باید روشن صحبت کرد. هر که را خواهد خوش آید، هر که را خواهد بد آید. چند روز قبل من با یکی از دوستانم صحبت میکردم که میگفت باید خلاصه مردم رو متوجه بود فلان بود. بعدشون میگفتم ببینید مردم رو باید متوجه بود اگر ما مسئولیت داشته باشیم در مجلس فرزن یا شهردار تهران باشیم یا شهردار نجف آباد اصفهان. تو دنیای روشنگری باید از تنهایی حساری پولادین ساخت، اصلا نترسید و فقط با حقیقتی که آدم میفهمه تنها باشه بیانش بکنه. اگر نقد کردن انسانهای خردمند بپذیر، اگر نه حرفشو بزن. این از اسلام مطلقاً فیلسوف در نمیاد. من هر کس که ادعا داره که فیلسوف اسلامی در میاد تشریف بیاره میان تیوی اینجا با هم صحبت بکنیم. قبلا من در برنامه‌ای در جای دیگه صحبت کردم. علتش اینه که ببینید فیلسوف یعنی دوستدار خرد، کسی که به خرد احترام میذاره. ولی وقتی یک کسی از خواجه ملادی سبزوانی گرفته تا قبل از اون ملا صدرا تا خواجه نصیر طوسی حتی فارابی بزرگ حتی در بخشای ابوعلی سینا، این معتقد هست، برخی از اینا گفتم متشرع بودن، آخوند بودن، برخیشون متناقض بودن ولی آدمای بزرگی، افرادی هم بودن مثل زکریای رازی که پدر آزاد اندیشی ایران واقعا، یا کسانی مثل خیام بزرگ که فیلسوف ارجمندی بود در کنار ریاضیدان، اینا ازشون فرق میکنه. ولی فیلسوف خرد رو چراغ راهنمای خودش میکنه، یعنی عقلی رو که اون داده شده. و من تاکید میکنم اگر بخوایم ماجرا رو بفهمیم که در روشن غالبیم کتاب ارزشمند استاد داریوش آشوری رو به اسم عرفان و رندی در شعر حافظ رو ما باید بخونیم تا ببینیم استاد از اسطوره چقدر زیبا برداشت کرده و نوشته است که نخستین انسان نخستین شورشی بود، یعنی آدم تو این اسطوره،
و نخستین انسان که هنوز امتی نداشت با اینکه از بهش اخراج شد نخستین پیامبر بود. عبای پیامبری رو به این نشوندنده ای استاد نتیجه گرفته که حافظ متوجه شده بود که پروردگار خداوند عاشق انسانه، معشوق نیست و پر روی حافظ از اینجا ناشی میشه. بگذارم منظور این بود که انسان شورشی است. دلیلش هم اینه که این خردی که بهش داده شده یک به قول معروف حافظه است، یک دیسک سختی است که بی نهایت ظرفیت داره و در حال شدنه. یعنی از روزی که انسان انسان شد در حال تغییر، زندگی رو میسازه، لباسش رو میسازه، اخلاقش رو میسازه، موسیقی میسازه، میاد جلو. و در مقابل در مذاهب ما با یک خدای فیکس روبرویم. اگر هم خودش فیکس و ثابت نباشه دستوراتش، دقت بکنید دارن که مشخص میده که چرا آقای سروش فیلسوف اصلا نیست و انسان فیلسوف در نمیاد. انسان در حال شدن با یک مکتبی روبروست که دستوراتش ازلی ابدیه. حرام محمد حرام است تا قیامت، حلال محمد حلال تا قیامت، هیچ تغییری توش رخ نمیده. و همین دلیل این دین و آیین مطلقاً به نظر من رفرم پذیر نیست. 1400 سال ما درگیریم، این همه فیلسوف داده ما دیدیم. این کسی که با چنین پرمن اگه با چنین پروردگاری روبرو بودم دنبال فلسفه نمی رفتم که اگر قبول داشتم اینو می گفتم ایشون محاط هست بر جهان، یعنی محیط هست بر جهان، جهان است که در او احاطه شده و بنابراین هر قانونی آورده این قانون ابدی و ازلی است. بنابراین ما چرا دنبال خرد بریم دیگه؟ و همینطور هم است. آخوندها نمونه خیلی خوبش است. حالا این وسط ما میبینیم فلاسفه اسلامی سر کلهشون پیدا شده که اینها فیلسوف نیستن. اینها در حقیقت اگر ما به شاخه‌های مختلفی که فلسفه اسلامی ایجاد کرد و فیلسوف‌های مختلفی که داده با عقاید مختلف، اکثریت قریب به اتفاق اینها فلسفه رو برای اثبات شرع به کار گرفتن و اینکه اسلام دینی است ازلی و ابدی از همه بهتره. بنابراین این فلسفه فلسفه نیست و فیلسوف کسی است که از حصار تمام قلعه های فکری خارج میشه، من جمله مذهب، من جمله خط بطلان میکشه روی خدا، روی پیغمبر، روی مذهب، و اگر ثابت شد که اینا حقیقیه به طرفشون برمیاد. نمونه ها شما تو اروپا داریم، یک دون از این فیلسوفا رو ما در ایران نداریم. مثلا نمونه اسپینوزا فیلسوف بزرگ هلندی، نمونه کانت، نمونه هگل و خیلی های دیگه. اینها واقعا فیلسوف بودن، زیرا خردی رو که بهشون داده شده بود به کار گرفتن و جهان رو از نو تفسیر کردن. در حالی که این لوسبازی رو باید خط بطلان کشید که آقا از فرق سر تا نوک پا متشرع معتقده که قرآن کلام الهی است، معتقده که حرف پروردگار موی لای درزش نمیره. تناقضاتی هم که ارائه میکنه بیشتر برای بازارگرمی میاد خارج میگه کار محمد اینا وحی نبود، ولی خلاصه بهش الهام میشد، الهام یک جوریه سی هم مشتری پیدا میکنه. ولی سرانجام به نقطه میرسه که عاجز از در نوع صادقانش آقای سروش و هزاران گردن کلفت از سروش از اندیشیدن عاجزن، زیرا اندیشیدن بسیار کار خطرناکی است. شما باید پشت سر بذاری همه مقدسات و مارک ارتداد بخوری، مارک کافر بخوری، مارک بیدین بخوری، خطر مرگ داشته باشی، اون موقع بتونی قد راست بکنی. و مثل زکریا رازی 1100 سال قبل او کتاب مخارق الانبیا رو نوشت و صریحا اعلام کرد تمام کسانی که ادعای معجزه میکنن شارلاتانن، این میگن فیلسوف. گفت چون که قوانین جهان رو چه طبیعت ساخته باشه، البته زکریا معتقد به یک پروردگار و آفریننده بود، دئیست بود و معتقد بود خدایی وجود داره، ولی اینجوری نیست که دخالت بکنه تو همه کارهای بشر، بشر رو آزاد آفریده. او گفت قوانینی رو که طبیعت یا پروردگار آفریده اگر یک انسانی بخواد نقض بکنه و معجزه بکنه باید اون قوانین رو تغییر بده و این امکان نداره، یعنی باید بالاتر از اون قرار بگیره. حقوق بازیه، صریحا نوشت حقوق بازی. و بعدش هم سر مقوله پیامبری گفت پیامبری به نظر من واقعی نیست، برای اینکه پیروان اینها به جان هم میافتن، مسیحی مسلمان رو میکشه، مسلمان یهودی رو میکشه و از عدالت پروردگار
که جهان را از ماده واحده آفریده، همه چیز رو، انسان با کهکشان ها خیش قومه، با گیاهان خیش قومه، با آدم ها خیش قومه، چرا باید پیغمبری بیاد که بگه من اینجوری میگم، فردا یک دیمت اونجوری، و این کشتارهای مذهبی رو شما نگاه بکنید، جنگ های صلیبی، جنگ هایی که مسلمان ها و یهودی ها داشتن. این بهش میگن فیلسوف یا اسپینوزا، که تمام زندگی 44-45 ساله این مرد بود رو که ما میخونیم، از تمام امکانات گذشت، تمام پولهایی که بهش میدادن رد کرد، اول یهودی بود، بعد مسیحی شد، بعد آزاداندیش شد، به اسم فیلسوف شایسته شد. یا ولتر که شهامت این رو داره که میگه نخستین احمق که به نخستین شارلاتان رسید، دین آغاز شد. این چه درست چه غلط، یک شهامت بالایی میخواد. جناب سروش اینطوری نیست، یک متشرع است، یک آخوند در حقیقت، حتی لحنش هم آدم وقتی گوش میکنه لحن یک ملاست. تو این مملکت تمام کسانی که چون ولی فقیه مطلق گراست، چه اسمش رهبر عقیدتی باشه چه ولی فقیه باشه، هیچ صدایی رو که رنگش با صدای اون متفاوت باشه نمیپذیره به هیچ وجه. اگر هم بپذیره باید رفت و دید که پایتخت در خدمته. یا آقای سروش بالاخره تو کشاکش‌های سیاسی مثل خیلی های دیگه، چون الان ما میبینیم که تو این رژیم حتی پرونده هست که آقا احمد خمینی رو هم کشتن، سعید امامی رو که خودش یک قاتل صفاکی بود و ده ها نفر رو در جریان قتل‌های زنجیره‌ای کشته بود میکشن، خیلی های دیگه رو مسموم میکنن میکشن. خلاصه دعوا سر قدرت چیزی نیست که کسی ازش کوتاه بیاد در حاکمیت. در طول تاریخ بر سر قدرت پدر پسر رو کشته، پسر چشم پدر رو کور کرده، خواهر برادر رو کشته، نمونهاش من در طول تاریخ گفتم. یا آقای سروش قربانی چنین کشاکشی بود، اومد یک سازی بزنه، یه مقداری رنگش با رنگ ولایت فرق بکنه، یه مقدارم تو سیاست فاصله گرفت. یه موقع ایشون کسی بود که اون انقلاب ننگین فرهنگی رو با یک مش مرتجه امثال شمس آل احمد رو انداخت، بعد اومد بیرون. اینجا به عنوان استاد دانشگاه و نویسنده و فیلسوف خودش جا انداخت، ولی هیچگاه از حصارهای اصلی خارج نشد، بلکه یک قرزدنهایی کرد که یه ده انسانهایی رو که اونها، من با اینا برخورد دارم، آدم های خوبی هستند، ولی اونها هم به این پوستین پرشپش نیاکانی عادت کردن، از بوی این پوستین خوششون میاد، اینها رفتن زیر پوستین جناب سروش آرمیدن، برای اینکه بر ضعف های اونها، بر اعتقادات خرافی اونها به نسبت دست نوازش میکشید و اینجا گل کرد. تا اینکه سالها گذشت، ایشون الان حدود 75-76 سالشون هست و اگر صادق باشن، اگر صادقانه حرف زده باشه، به نظر من بازگشت است، یعنی در درون جمجمه خودش چرخید و چرخید و چرخید و هرگز نتونست به جهان بزرگی بیرون پا بذاره و برگشت و همون بساط یک جلاد خوناشام خونریز مثل خمینی رو ببینید، میتونست این مثلا به این سوال اینطوری پاسخ بده که نه شاه رو قبول دارم، نه خمینی رو، من انتخابم چیز دیگری است. تو همین بحث‌های میان تیوی من بارها گفتم انتخاب من جنبش داخل کشور هست و نمایندگان واقعیش که در زندانن، دارن رنج میبرن، کتک میخورن، کشته شدن و اونها. ولی اگر فرزن انتخاب بین این باشه که فقط فرزن سازمان مجاهدین باشه یا رضا پهلوی، من دومین انتخاب میکنم. آقای سروش میتونست چنین کاری بکنه، مشروع صحبت بکنه، ولی یک مرتبه حضرت امام خمینی، آگاه ترین فرد از آغاز تاریخ ایران، عارف هستند، معنی عرفان رو ما فهمیدیم، ابو سعید ابوالخیر رو ما داریم، یا شیخ ابوالحسن خرقانی رو که بالای خانقاهش می نویسه که هر کس بدین خانقاه آمد، نانش دهید و از ایمانش مپرسید، که آن که به درگاه حق تعالی عرضد در خانقاه بوالحسن، آن کس که در بارگاه حق تعالی به جان ارزد در خانقاه بوالحسن به نان ارزد. این فیلسوفای به سر عرفای آغاز بودند، یعنی قرنهای اول تا چهارم که عرفان ایرانی در حقیقت آیین‌های قبل شکفته بود در درون پوسته اسلام، و ابو سعید و ابوالحسن رو به وجود آورد، وگرنه از اسلام چنین عارفانی بیرون نمی اومد. اسلامی که شاهدیم که چه کشت و کشتارهای همون آغاز در
مدینه راه انداخت. ایشون میتونست بگه که خمینی رو من انتخاب نمی کنم، محمد رضا شاه رو انتخاب نمی کنم، ولی با ستایش نشون داد که این چرخش ذهنیش کجاست و در حقیقت باید ازش تشکر کرد که ماها رو اون توهماتی که داشتیم که این بنده خدا آدمیست و براخره دنبال حقیقت میگرده ولی هنوز جرأت نداره برسه. حرف خودش زد و در حقیقت وضع شد به همین فلاسفه‌ای که اسامشون تو ویکی‌پدیا هست، من جمله حضرت امام خمینی که خودشون از فلاسفه بزرگن، نمونه های یه آبشو سپرش به اصطلاح امثال ملا صدرا هستن، امثال حاج ملادی سبزوری هستن که واقعا اینو من به روشنی میگم هیچ کدوم اینها فیلسوف نبود، اینا همش آخوند بودن. الان من تو همین بحثایی که تو این سلسله تاریخ آقای مهدی دربانی تهیه میکنه اسلام دوره مغولان و توقف طولانی شده 17 برنامه اتعالا، علتش اینه که من رفتم دارم آخوندها رو پیدا میکنم، میبینم تشیع از زمان صفویه شروع نشد، نخستین شیعیان ایلخانان مغول بودن و ده ها آخوند شیعه و سنی با اونا همکاری میکردند و خلاصه یک فضای اینام ادامه همونان در طول تاریخ به عنوان متشرعین گاه نقاب فیلسوف زدن و بعد این یاوه هایی که به هم بافت که آقا در طول تاریخ اسلام ما چنین کسی رو نداشتیم در شاهان. آقای سروش نشون داد هیچ چیز از تاریخ ایران نمیفهمه مطلقاً، اگر اندکی این تاریخ رو میفهمید یا اگر میدونه پنهان کرده، به نظر من اصلا نمیفهمه، برای اینکه نمیتونه بفهمه. کسی که در حصار شهر گرفتاره مثل خود بنده، موقعی که اومده بودم از زندان شاه بیرون، نگاه ما این بود که به تاریخ جعلی بود. کسی که من با شنیدن اسمش انرژیم دو برابر میشد علی ابن ابی طالب بود و نه فرزند آریو برزن. یعنی این تاریخ رو ما اصلا گذاشته بودیم کنار به عنوان یک تاریخ نجس، تاریخ واقعی مملکتمون رو با خوب و بدش. آقای سروش هم اینطوریه، در حالی که اگر تاریخ رو میشناخت میفهمید که این تاریخ یک معلمی میتونی به اسمش بذاری معلم اقلا، یا یک فیلسوفی به نام زرتشت رو تحویل داده که صد بار اون چیزهای الک شده ای که آلوده نشده به شریعتی که در بازیچه شاهان قبل از اسلام بود بهتر از چیزی که اون بهش معتقده. وقتی که ما میخونیم در گاتها که اهورامزدا جهان را آفرید و انسان را آفرید و شادی را برای انسان آفرید، به صد تا آیه این میارزه. برای اینکه آقای سروش اگر که اندکی فلسفی فکر میکرد میفهمید که تو این کتاب که 3000 سال قبل بالاخره نوشته شده و باقی مونده بخشایش، میگه جهان را آفرید، نه خاورمیانه رو، نه عربستان سعودی رو، یعنی مندیال با قول فرانسوی جهانی فکر میکنه. و انسان را آفرید، نمیگه که فارس آفرید، عرب آفرید، بلوچ و کرد و لور و ترکمن، انسانی که راست قامته و همشون یکی هم، و شادی را برای انسان آفرید و مرگ رو و سوگ رو زرتشت جزو کارهای اهریمنی میدونه و توجه میکرد به این نکته و نمیگفت که هیچ آدم باسوادی، توجه میکرد که بزرگمهر حکیم مال این سرزمین بوده، توجه میکرد که یعقوب لیث صفار بنیانگذار استقلال و افتخار ملت ما که روزی که این حکومت بره به تاریخ واقعی بیاد، خلاصه تندیساشو باید بر پا بکنن، از بابک خرم‌الدین سخن میگفت یا از دکتر مصدق که معاصر بود، و این طور توهین نمی‌کرد که یک جلادی که دستور تجاوز به دختران تازه سال 10-12 ساله رو میده، فارغ از هر عیب و ایرادی که ما به سازمان‌های سیاسی و اشتباهشون داشته باشیم، ولی خمینی چه کرد توی مملکت؟ من قبلا گفتم تمام دوران پهلوی تیربارانش به قول آقای سیروس آموزگار زیر 600 تا بود و اعدامهاش، از قاتل و متجاوز تا چریک مجاهد فدایی و توده‌ای، ظرف 2 ماه 7000 نفر رو حداقل اینا اعدام کردن. سال 67 6000 نفر اعدام کردن. کدام خانه سر ایران که داغدار خمینی نیست؟ 1,000,000 نفر رو تو جنگی سوزون، ملتی رو که گرسنه نبود و 90%شون صاحب خونه بودن در همون حکومت استبدادی پهلوی، بدبخت و بیچاره کرد. 60,000 نفر زن سیغه رو، وقتی میگن 6000
مسافرخونه داره خدمات جنسی ارائه میکنه در آستان قدس رضوی و مشهد، 10 نفر زن اگه تو هر کدوم از اینا کار بکنه میشه 60,000 نفر. آقای سروش فیلسوفی است که گویا کور شده و کر شده و اینا رو نمیبینه و این رو به عنوان رهبری که مورد استقبال ملت ایران بود رک و پوست کنده. ببینید ملت ایران در سال 57 دستتون نمیفهمید با کی طرفه. من خودم یکی از این ملت ایران بودم، کلی شعار ساختم که در شرایط مختلف علیه رژیم شاه میدادن. این فیلسوفی این چنینی، بعد ایشون اگر که یه مقداری دقت میکرد حتی با خمینی که سهلی پادشاهان ایران رو با همه خوب و بدشون حتی با بنیانگذار این مکتب مقایسه نمی کرد، چه برسد به خمینی، بنیانگذاری که فارغ از هر خوب و بد واقعیت تاریخیش ایشون حدود 32 تا همسر گرفت. من یه بار صحبت کردم، الانم امیدوارم آقای سروش این حرفای منو بشنوه، 100 تا مأخذ هست در مورد برخورد کوروش، همون پادشاهی که ایشون انگ بی سوادی بشه میزنن با پانتئا، همسر آبرادات که رفته بود بیرون از شهر و موقعی که حمله کرد کوروش نبونید و شکست داد، همسرش اسیر شد، زیباترین زن اون سرزمین رو آوردنش برای کوروش. طبق معمول وقتی که زنها اسیر مثلا دولتی شکست میخوره زنها اسیر میشن، در اسلام هم اینجوری، زنها رو آیه قرآن هست که آقا کفار رو که زدید کشتی زنهاشون مال شما بردارید ببرید. کوروش قبول نکرد اینو و حتی حاضر نشد ببینه و او رو فرستاد برای شوهرش. این ثبت شده، نقاش ها تاپلو کشیدن ازش، من جمله یک نقاش معروف اسپانیایی، و آبرادات پیوست به کوروش به خاطر این جوانمردی و بعد در جنگی کشته شد و پانتئا خودکشی کرد و کوروش با احترام اونها رو به خاک سپرد، این عاشق و معشوق، و در تاریخ 60 سال 70 سال قبل از محمد این رخ داد. ما باید توجه بکنیم، فرض کنید که تاریخ بالاخره تمدن و فرهنگ زاده زمان هم هست، 1160 سال قبل دقیقی نمیدونم ولی بیش از 1000 سال تاریخ حرکت کرد، قاعدتا فرهنگ باید رشد بیشتری از زمان کوروش کرده باشه. ما میرسیم به دوران محمد پیامبر اسلام و ماجرای یهودیان بنی نذیر و حمله دوم سپاهیان محمد تحت فرماندهی خودش به قلعه خیبر و دستگیر شدن کنان ابن ربی بزرگ اون منطقه و شکنجه اون توسط زبیر برای اینکه اموال و طلاهای پنهانی رو بده و او چیزی نداشت بده، و تو همین حیث به صفی همسر 16 سالش میاد، زنی زیبا، و کنان ابن ربی میگه صفی منو به کشتن دادی، دستور میده گردن کنان رو میزنند و همسر او رو به عنوان اسیر جنگی، برخی میگن همون شب به بستر میبره، و این زن همسر محمد بود تا پایان عمر و تا زمان عثمان زنده بود. عمر براش از بیت المال خلاصه مقرری تعیین کرد و سرانجام مرد. ببینید این دوتا رو آقای سروش چجوری جواب میده؟ دست بررسی تاریخه. من هیچ علاقه ای به توهین و تحقیر ندارم، ولی معتقدم با شجاعت و شهامت باید اسناد تاریخی رو پس از 40 سال حکومت آخوندها گذاشت روی میز و اجازه نداد یک فیلسوف نماهایی مثل این دوباره وصله پینه کنن. پدر ما در اومده، ما فقط کشته هامون رو طلب نداریم، ما زندگی اجتماعی سیاسی و فرهنگی 3 نسلمون رو، پدرانمون رو، خودمون رو و فرزندانمون رو از این حکومت ننگین و کثافت طلب داریم جناب سروش. و شماها بر روی خون و اشک ملت ایران این مزخرفات فلسفی خودتون علم میکنید و بعد از 25 30 سال در یک مملکت دموکراتیک زیستن، یعنی آمریکا، و در دانشگاه اونجا تدریس کردن و سخنرانی کردن، ده ها و صدها سخنرانی کردن، آخر کار اینطوری اندرونه رو میریزید بیرون که خلاصه امام خمینی عارف بود، آگاه ترین رهبر از صدر تاریخ ایران، تاریخی که هگل. خیلی جالبه این تیکه، واقعا جالبه. ببین حتی اگر اینا به اون بنیانگذار تفکرشون، یعنی بردید جلال آل احمد،
اینا رو نگاه بکنه، یعنی سروش از اون مکتب میاد بیرون دیگه. تو همون کتاب در خدمت و خیانت آل احمد به دو نکته اشاره میکنه، تفاوت استاد و اوستا رو از اونجا شروع میکنه. و حتی این سروش نمیفهمه اینقدر تمام شاهان ایران، مثلا شاهان دنیا، هر جایی که شما بخوای در نظر بگیری، از ایران با تو بذاری بیرون، در تمام اروپا که پادشاهی بودن، این شاه ها کیان بودن؟ اینا آدم های تلنتد بودن، آدم هایی بودن که یک ذکاوت ذاتی داشتن، هوش داشتن، فراست داشتن، زور بازو داشتن. از ده خودش شروع کرده، اومده اونجا پهلوان ده شده، یه ده آدم رو جمع کرده، بعد نوچه ها حرکت کردن رفتن ده بالاتر، اونجا رو تاریخشون اینجوریه دیگه، ده به ده رفتن و همه رو تسخیر کردن. و این آدمی که در اون رأس قرار میگیره حتما صاحب هوش و ذکاوت. خود خمینی هم صاحب هوش و ذکاوته، اینجور نیست که خمینی آدم احمقی که نبوده، که دارای هوش و ذکاوته. اما در مقام مقایسه وقتی میخوای این دوتا رو قیاس کنی بر اساس اصل دکارتی، قیاس دکارتی، نمیتونی خمینی رو با محمد رضا شاه قیاس کنی. اولا خمینی سالها در عراق زندگی کرده، تمام کتاب های فقهشون بر اساس زبان عربی بوده، این آدم یک کلمه زبان عربی بلد نبوده، 15 سال تو عراق زندگی کرده. هر آدم، ما الان نگاه کن به ترتیب از این 40 ساله میانشه که بگیریم میشه 20 سال، 20 سال ما در خارج کشوری، از آدمی که امروز وارد میشه تا آدمی که 40 سال پیش اومده، عدد نسبیش میشه 20. این آدمی که 20 ساله بالاخره میتونه امورات خودشو بگذرونه تو خارج کشور. خمینی 15 سال تو عراق بوده، دو کلمه زبان عربی بلد نبود، این چطوری میتونه صاحب فراست باشه؟ این در حقوق بازی، در کلک، در اینا خودش اعلام کرد که من خود ای کردم. برگردیم به این موضوع همین انقلاب فرهنگی که انجام. یه دوستی من دارم از یک خانواده است که بسیار سرشناسن، همشون جزو نخبگان ایران هست، تمام خانواده از عموزاده و مثل خانواده یغمایی، خانواده یغمایی یه خانواده ای که تو ادبیات ایران چند سال، 150 سال هست که اسمشون هست، اینا هستن. این خانواده تو ادبیات ایران، خانواده یغمایی در ادبیات ایران اسم. اون خانواده هم که من دارم میگم توی ساینس، توی علوم اسم دارن. یکی از اینها جوانی بود که هم سن سال من بود، یکی دو سال از من کوچیکتر بود حقیقت، آدم بسیار باهوش، دقیق، اینا این رو اخراج کرده بود. یه روز بلند شدم گفتم بریم ببینیم چرا اخراجت کردن. حکمش رو نگاه کردم، دیدم نوشته توش که این عضو فرقه زال مزله بحالیه و سازمان الهادی پیکار. برداشتم کاغذ و دستم گرفتم، رفتم پیش دار دسته احمدی نژاد تو دانشکده علم و سن، دانشگاه علم و سن. یارو گفتم تو اینی که نوشته این زیر رو بلدی بخونی؟ فرقه زال مزله بهایی به خدا اعتقاد، الهادی پیکاری اصلا خدا رو قبول نداره. چطوری ممکنه یه آدم هم باهایی باشه هم پیکاری باشه؟ این معنی یکیشو اقلن بنویس. فقط از هجاله سرش انداخت پایین، گفت نمیدونم دیگه، اینجا اینجوری نوشته. و اینا جنایت کردن، این آقای سروش جنایتکاره. من سالهاست راجع به این موضوع حرف زدم، این جنایتکاره، این دستش به خون آلوده است، مثل گوبلزه، مثل تمام جانی های آلمان نازی هست. بعد یکی یکی اینا رو بگیری محاکمه کنی. این را میره میگه که نمیدونم من فلانم،
اون طرز نوشتنش، اون طرز حرف زدنش، یه جوری بنویسی کسی نفهمه، بعد بگم به به خیلی آدم دانشمند، دیدی ما خوندیم نفهمیدیم، این نشون میده سطح سوادش بالا. واقعا اینا رزلن، واقعا کثیفن. شما نگاه کن همین اتفاقی که امروز افتاده، اکبر گنجی که خودش دستی در این داستان داره، خش اومده از انتخاب رئیسی. من فکر میکنم داستان سروش با حرفی که دیروز محمد خاتمی زده که آیا شما فکر میکنید، اون یکیشون گفته که من فرمانده جنگ اقتصاد و روانی هم، آقای خامنه ای گفت من نمیپذیرم تو بشو فرمانده، من فرمانده هستم، این داره جا میذاره برای اینکه بشه رهبر انقلاب، به جای خامنه ای بشینه. این حرفش معنیش اینه. وقتی که گنجی مقاله ای نوشته راجب همین انتخاب رئیسی، استناد میکنه به حرفای منتظرین، میگه آقا اینا جنایتکاران تاریخ هم، جنایتکار تاریخو که نمیشه بری بکنی رئیس قوه قضاییه. که من فکر میکنم سروش با توجه به این دو موضوع، یکی این که خاتمی، یکی اون که گفته من فرمانده جنگ رنگ روانی و اقتصادی هست، یا اینکه خاتمی گفته که ما اگه به مردم بگیم بیان، آیا مردم به حرف ما گوش میکنن تو انتخابات بیان، یا اون رفتار ظریف در هفته گذشته، من گفتم این داره باز میکنه راه برای اینکه رئیس جمهور بشه، این بازی رئیس جمهور شدن اینه. خاتمی میگه مگر به شرطی که یه اتفاقی در این یک سال بیفته. سروش داره تلاش میکنه برگرده ایران، تمام این بازی مال اینه، این استغفارنامه است به نظر تا نظر شما چه باشه؟ دقیقا همینطوره آقای بهوانی. من نظرم واقعا گفتم اگه صادقانه باشه این دور زدی تو ذهن خودش و این یاوه ها رو بافته، ولی به نظر میرسه که این چرخش که به ساعت خارج کشورش رو خودش میدونه به هم میزنه و خیلی از پیروانش رو، حتی کسانی که بهش احترام میذارن، من برخیشون رو میشناسم، حتی به من نصیحت میکردن که شما سروش آقا بخوانید، ذهن نوی داره، و من دوباره میگردم که ببینید پایه ها رو ببینید. من با سروش و خمینی کاری ندارم، گفتم دعوایی که این وسط هست، من میرم سر بنیانگذار. وقتی که ایشون، خوشبختانه من دانشگاه الهیات بودم، پیامبر بزرگوار میفرماید که زنان را با چوب تنبیه و تأدیب نکنید، بلکه با گرسنگی و برهنگی تأدیب کنید تا در آخرت راحت باشید. این بنیانگذار یه مکتبیه که 1.5 میلیارد پیرو داره، به خودشون مربوطه، یا اینکه اینا کتاباش هست، و اگر ادعی میگن آقا این کتابا جعلیه، لطفا کتابا غیر جعلی رو به ما نشون بدید. یک دونه کتاب غیر جعلی شما ندارید. اگر بخواید اینا رو دور بریزید، کاملا دستتون توی خواهد شد. یا وقتی که میفرماید زنان را در بالاخانه ها ننشانید و نوشتن به آنها نیاموزید، بلکه ریسندگی و سوره نور را به آنان بیاموزید، ادعی میگن که پیغمبر نگفته، آخوندا گفتن. خب پیغمبر چی گفته؟ چه نکات قومی؟ یا اینکه رسول الله گفت زنان عورت هستند و بیهوده گفتار، چون عورت هستند آنها را در خانه ها پنهانشان کنید و گفتار بیهوده آنها را با سکوت خود چاره کنید. ببینید من میرم بالا و امثال اینها رو میبینم و از اون بالا ودا میکنم، میگم که اگر من توی نگاه فلسفی نگاه بکنم، بارها گفتم بر سکوی اول جهان آفرینه، سکوی دوم جایگاه پیام‌آور اون هست، یعنی با یک ارتباط نزدیک اون. چنین کسی که پیام‌آور جهان آفرینه که نمیتونه این حرفا رو بزنه که بفرماید از جمله زنان بد زنی است که چون شوهرش با او خلوت کند، شوهرش را مانع شود و مانند شتر چموش بدرکابی کند. من عمدن از اینو میخونم چون در آستانه 8 مارسیم. همین، نه اتفاقا من همینو میخوام بگم، میخوام بگم که چون 8 مارس، فردا 8 مارس است، من دارم میخواد که یه نگاهی بندازیم به وضعیت زن در ادیان ابراهیمی، نه فقط اسلام. اتفاقا آقای دکتر صدر اشراف که این برنامه رو میدونم نگاه میکنن، قبل از برنامه خودشونه معمولا این برنامه رو نگاه میکنه و بعد از برنامه شما هم یه همیشه یه نظری میدهد. امیدوارم الانم گوش بده آقای صدر اشراف.
بارها هم اشاره کرد. من اتفاقا در سفری که داشتم به ماه می پارسال، یه هفته اومدم به راه خانواده، رفتم به لندن و پاریس برای دیدن اقوام، شما را اونجا زیارت کردیم و همیشه مهر شما شامل حال ما بود، محبت تو هیچ وقت فراموش نمیکنم. از آقای صدر شفیق خواهش کردم که آقا اگه ممکنه من که همراه خانوادم هستم، خواهش میکنم از شما که ما رو شما راهنما بشو به موزه لوور و ما رو ببر به موزه لوور. این مرد محترم محبت کرد، اومد اونجا قرار گذاشت با ما و یه روز گرمی هم بود، خیلی آفتاب زلی بود، اومد محبت کرد. حتی بلیت موزه رو که 25 یورو بود هر نفری، برای ما بلیت خرید، تعداد 6 نفر بودیم، برای همه ما بلیت خرید، ما رو برد به موزه. نکاتی رو که نگاه میکرد صدر اشرافی بی نظیر بود واقعا. تمام تابلوها، مجسمه ها رو به ما نشوند و اونجا نشون داد به من نگاه دین به زن. شما تو تمام این تابلوها نگاه کن، یه زن شاداب نمیبینی. اثر این نقاشان بزرگ رو نگاه بکن، همه زنها خمودن، همه تو تاریکی هن، همه تو سیاهی هن. یه لبخند بر اینا نمیبینی. چرا اون ژوکنده معروفه؟ اینکه تنها تابلویی که زنه میخنده، هیچ نداریم که زنه بخنده. یعنی چرا داره میخنده؟ موضوعش همینه دیگه، لبخند ژوکنده. اینکه هیچ تابلویی نداری از زن که زنه شاداب باشه، زنه نشون بده مقامشون، همش در حال خمودگیه. نگاه ادیان ابراهیمی به زن، نگاه دینی که اینا با جهان امروز تفاوت داره، طبیعتاً تفاوت. من میخوام از این منظر، از نگاه دین بزن، اینا زن رو چجوری دیدن؟ بفرمایید تا بشنم. ببینید آقای بهواری، چه موضوع خوبی، زیرا ما میریم تو نقطه اصلی تا ببینیم چه خبره، خصوصاً که فردا 8 مارس و روز جهانی زن و روزی که باید به زنان درود گفت، این نیمی از بشریت زنده. ببینید اگر ما بخوایم بفهمیم که چه خبره، باید بریم نخست مانیفست ادیان رو نگاه بکنیم. مثلا موضوع مورد بحث ما اسلامه، زیرا ما تو مملکتمون و تو خاورمیانه با اسلام سر و کار داریم. تعارف باید بذاریم کنار، باید رفت گفت آقا ما به عنوان یک انسان میخواییم مثلا بپذیریم مانیفست الله رو که قرآن هست، باید ببینیم بر اساس این مانیفست سنت پیامبر و امامان شیعه رو باید دید، بعد باید کارکرد تاریخی این سنت و این کتاب رو ما در طول تاریخ دنبال کنیم، بگیم این همه شما ندای آزادی و برادری و برابری میدید که گفتم یک جنگل مولاییست واقعا. وقتی آدم میره از یه طرف میگه اطلب العلم، نمیدونم بر همه واجبه از قول پیامبر، یا من علمنی حرفا فقط سیرنی عبدن، که یاد دکتر هزارخانی به خیر که تو این انجمنهای فکر کنم شبهای گوته بود که گفت که پیامبر اینو آفریده، اینو فرموده و من به خاطر حفظ آزادی تا آخر اون میخوام بی سواد باقی بمونم تا اینکه کسی به من حرفی نیاموزه که منو بنده خودش بمونه. رد کردید و نکته جالب برحال قرآن، سنت پیامبر و امامان و رهبران، کارکردهای تاریخی. بعد ما باید بریم تو حکومت‌های اسلامی در طول تاریخ دنبال کنیم ببینیم این همه زن میکنن، آقا زن آزاد شد، نمیدونم اینها، این از این حرفا بگذریم. از کسانی که یک هویت تاریخی خرافی رو قرنهاست پدر در پدر، من جمله خود ما، به دوش کشیدیم و الان به دلیل تنبلی و ناتوانی جرأت نداریم که بیایم از این سال بیرون، باید رها کرد و شجاعانه باید ایستاد. من خودم یه روزی گرفتار بودم، ببینید رخ و پوست کنده، من الله رو قبول ندارم به من پروردگار، این شایسته من نیست، هر کسی هر کاری میخواد بره بکنه. یا من پیامبری رو که چنین احادیثی رو میکنه، میدونه پیامبر بقیه باشه، بنده بعد پیامبر من نیست،
من اگر بخوام که انتخاب بکنم کسی دیگه رو انتخاب میکنم و نیازی هم به این آخرت و این چیزهای این بهشت و دوزخ این ندارم. هر کاری میخواد بره بکنه و نمیخوام اینا رو. برای اینکه من رفتم متن اصلی رو دیدم، سنت رو دیدم، کارکرد تاریخی رو دیدم، حکومت‌های اسلامی رو دیدم، حکومت خمینی رو تجربه کردم، داعش رو دیدم، کتاب‌های تاریخ و حدیث رو بررسی کردم و اونجاست که من فهمیدم که این مقوله یکی از مقولات زنه. اصلا انسان و به عنوان انسان زن چه کاری داره؟ حالا کمی ما ریز میشیم، مثلا نمونایی پروردگار اینا رو گفتا. بالاخره کسی که معتقده که نمیتونه بگه قرآن و آقای سروش مثلا یه مدتی میگفت که اینها الهامات محمد بود و وحی نبوده، ولی خب میدونیم 99% معتقدن که این وحی توسط جبرئیل 400 بال در غار حرا و جای دیگه فرود اومده و این عقل کل هستی که جهان بی‌نهایت سرگیجه‌آور آفریده با این قوانین عجیب غریبش از یک کهکشان گرفته تا یک دونه فندق که آدمو گیج میکنه برای اینکه فندق بشه، میفرماید که مثلا رفته توی مقوله حیض و نفاس زن این پروردگار نظر داد. مثلا تو قرآن سوره بقره آیه 228 که زنها وقتی که مثلا رگل میشن باید چند روز مثلا چیکار بکنن و چه چیزایی رو رعایت کنن. این کار دکتره. ما میبینیم که این پروردگار اومده به این در دخالت. یا قرآن سوره بقره آیه 223 صریحا در نگاه چنین پروردگاری، داریم در باره 8 مارس روز زن صحبت میکنیم، میگه زنان کشتار شمایه مزرن، هر جوری که میخوایید و هر جا که بخوایید به کشتار خودتون درایید، شخم بزنید کشتارو و برای خیش از پیش چیزی بفرستید و از خدا هم بترسید. پای خودشم محکم میکنید کشتاره رو که در این شخم میزنید، حواستون باشه که از من بترسید و بدانید که به نزد او خواهید شد. یعنی این نگران قدرت خودشه. من به من یک انسان با یک قدرت اندک اصلا نگران دوربر خودم نیستم، بالاخره تنظیماتی با انسان دارم. ایشون پروردگار دائم داره بندگانش رو چک میکنه که آقا کیسار شخ میزنید از منم بترس. قرآن سوره بقره با آیه 282 سر مقوله وام گرفتنی که اینجا زنها نصف مردن، خودش آفریده، خودش انسان آفریده که رو نصف یک دیگه کرده و با همین حسابه که تو نهج البلاغه خطبه 80 امام مطلق شیعیان و خلیفه بزرگوار علی میفرماید که زنها عقلشون کمه و این کسی است که لنگر هستی است و عده‌ای از دراویش خوب ما معتقدند که قبل از آدم این آفریده شد. میرسیم به ازدواج. پروردگاری که انسان خلق کرده دستور میده که زن مشرک رو تا مؤمن نشده نگیری. یعنی این آدم ها رو نه بر اساس آفریدن خودش بلکه بر اساس دینی که پیغمبرش آورده، اینجا پیغمبر بالاتر از اون قرار میگه. یا نگیرید مشرک رو، مشرک تو آفریدی، تو میدونستی این مشرک میشه. این با اعلامیه جهان شمول حقوق بشر در تضاد این آیه و تبعیض نسبت به زنها. باز قرآن سوره بقره آیه 230 میگه که اگر که زنتون رو سه بار طلاق دادید نمیتونه دیگه بگیرید، باید یه مرد دیگه بگیره با اون به بستر بره تا شما پشت دستون رو داغ کنید دیگه طلاق ندید. اینو پروردگار میفرماید و ما باید چنین پروردگاری رو بپذیریم و قبول کنیم که قوانینش بهترین قوانین است برای زنها، که تو همین زمین هم بر اساس این آیه نویسنده خوب ما گویا صادق هدایت یک داستانی به اسم محلل نوشته که این رو به طنز گرفته و نیست برای زن گرفتن. در جهانی که الان تک همسری است برای انسان ها ممکنه شیطنت هایی بکنن، ولی قبول دارن که خانواده رو یک زن و یک مرد تشکیل میدن. میفرماید در سوره نساء آیه 3، اگر شما را بیمان است که در کار یتیمان عدالت نورزید، از زنان هر چه شما را پسند افتد بگیرید تا خسته شید. 2-2 و 3-3 و 4-4 به نکاح درآورید. کلمه نکاح هم یعنی سپوختن، یعنی همون مکانیزم عمل جنسی. و اگر بیمان دارید که به عدالت رفتار نکنید، تنها یک زن بگیرید یا هر چه مالک آن شوید، یعنی کنیز برید بخرید تا مرتکب نشید. دستور پروردگاره که 2-2 و 3-3 و 4-4 بگیرید
و این آیین آیینی است که ندای برابری میده. حالا وقتی تو شیعه ما بریم که دیگه از چهار تا گذشته تعداد بیشماری میشه صیغه گرفت و باز میریم تو باب ارث، میبینیم که پروردگاری که انسان رو خلق کرده اینجا میراث رو جوری تقسیم میکنه که به نظر میرسه که گویا انسان ها اینو تقسیم کردن، نه پروردگار جهان آفرین. و نیز اگر زنی مرتکب خطای جنسی از نظر پروردگار بشه، اگر چهار تن با شهادت دادن تا بشه اونو کشت، ولی اگر که کسی نبود خودتون چهار بار شهادت بدید و اونها را حبس کنید. قرآن سوره نساء آیه 15 تا مرگشان فرارسد، دستور کشتن زنها رو میده چنین پروردگار. اینجاست که صدها نمونه هست، چه در حدیث چه در آیه، مخصوصا تو سوره نساء مثلا باز آیه 24 دیگه زنان شوهردار بر شما حرام شدن. باریکلا، اینجا آدم میگه عجب پروردگار خوبی، مگر آنها که به تصرف شما در آمده باشن. این داعش، یعنی زنانی که در میدان جنگ اسیر مسلمانان شدن، اینا رو میتونید بگیرید، هر بلایی سرشون بیارید بعدشون هم بفروشیدشون. این من موقعی که به عنوان جایی که میگم فیلسوف خرد رو، من فیلسوف نیستم البته، ولی نگاه فلسفی دارم، چنین آیاتی رو میذارم، این پروردگار رو مجسم میکنم، احساس توهین میکنم که چجور انسانی تو خلق کردی که این همه بهش توهین میکنی. و زنی رو که تو گوشه آفریقا مثلا نشسته برای خودش، مسلمان ها میریزن در قرن دوم هجری، شوهرشو که مثلا بت پرسته یا اینکه خدای خودش یه درختی رو میپرسته، گردنشو میزنن و این زن مادر مرده رو میگیرن و شب میبرن تو رخت خواب و پروردگار صحه میذاره. اینجاست که من میگم که ببینید این بار باید رک 700 دینار گذاشت رو میز، کافی است تفسیر و تعبیر و فیلسوف بازی. 40 سال ما تجربه کردیم و نخست تازه من رو کتابم تو مانیفست الله رو دارم بررسی میکنم که این دستورات رو میده، در حالی که بشر به جایی رسیده که رابطه زن و مرد اینجایی میگه اگر که زنا کرد سنگسار بکنید. ببینید عشق چیز مقدس و زیبایی است، تقدس زمینی داره، برای اینکه زندگی رو شیرین میکنه. تو فعیل هستی عشق هم آدمی و پری طبعا وفاداری چیز خوبی است، ولی اگر دو موجود به هم علاقمند شدن، کسی حق نداره اینا رو حبس کنه تا بمیرن. قانون الان میگه که خب اگر کسی به تو روابط رو مثلا به رسمیت نشمرد، در موقعی که جدا میشید یه مقداری جریمه میشه، ولی نمیکشنش. ولی پروردگار از اونجایی که فرموده است در باز همین سوره نساء آیه 34 که مردان بر زنان برتری دارند، خب این برتری اجازه میده که این زن رو بکشن. و حالا برید تو سنت تو افغانستان ببینید چه خبره. تو جنوب ایران مثلا طرف زنش رو طلاق داده، خودش 4 تا زن گرفته، ولی وقتی میفهمه زنش رفته ازدواج کرده میره سرشو میبره. نمونه هاشو من گاهی اوقات میخونم، تو ارث هست، تو زدن هست، تو رابطه جنسی هست که زن هیچ اختیاری نداره. اینا دستوراتی است که این حضرت پروردگار داده تو سوره های مختلف، تو سوره نساء، تو سوره احزاب، تو سوره معارج. و وقتی که ما یه مقداری میریم پشت دوربین که ببینیم این چه نوع پروردگاریست، میبینیم که این اصلا نگران دائم مسائل سکسی و جنسی زنها و مرداست. و دستوراتی که در رابطه با زن میدیم مثلا یک بار ما ندیدیم مثلا تو این آیه ها ارائه بکنه که زنان مثلا مایه افتخارند، نمیدونم آفریده منند، نمیدونم اندیشهشون مثل مردهاست. کاملا همون فضایی رو که در دوره تاریخی پیامبر وجود داشته یه مقدار اتو کشیدن، رنگ آمیزی شده، شاید هم اون موقع مفید بوده برای بعضی ها، ولی حالا وقتی ما بریم توی روابط و زندگی خود پیامبر ببینیم که باز یه ویژگی های خاصی داره که با بقیه زنها حتی اینا فرق دارن. و بعد از این مانیفست هست که اینا هر کدوم بحثای مفصلی است که من پیشنهاد میکنم خود دوستانی که علاقه دارن واقعا بی هراس برن بخونن و بعد برن توی سنت. اون مثال اون نمونه‌ای که من ارائه کردم مال کنان ابن ربی رو، مال اون لنگر آفرینش هست که این چنین عمل میکنه. بعد زندگی اولیا رو باید دید که هر کدومشون 10 تا 11 تا 15 تا زن گرفتن. و من تو تاریخ
ایران بارها گفتم، گفتم من کاری به زنگ گرفتن اونا ندارم، ولی تاریخ جعلی رو چرا ما قبول داشته باشیم؟ چرا ما باید کسانی رو که یک زندگی معمولی داشتن، کنیز داشتن، غلام داشتن، ثروت داشتن، آخوند اومده به عنوان اولیا به ما معرفی کرده، ما پذیرفتیم و در این زندان محبوس شدیم و نتونستیم راه ببریم به دنیایی که میتونیم بیاندیشیم؟ مثلا چرا ما سنت رسول الله و امامان رو در بس قبول میکنیم، جرأت نفس کشیدن نداریم که مدار جاذبه بیان بیرون؟ سوال نمیکنیم چرا مولا علی حضرت زنگ گرفت؟ تو برنامه قبلی من یه بار گفتم که یک بار دو تا دختر سیستانی رو دکتر امیرحسین خنجی مینویسه، از سیستان میگیرن میارن به مدینه، میدن به ابوبکر و اون پیرمرد بوده، اینا رو میبخشه به علی بن ابی طالب و علی اونها رو میبره به خونه و باشون خلاصه زناشویی میکنه. سوال من فکر میکردم که دو تا دختر رو 5000 کیلومتر سوار شطور کردن، احتمالا پدر مادرشون هم کشتن و آوردن اونجا و خیلی راحت طرف میره به بستر و بچه دار میشه و روابط انسانی کجاست این وسط؟ فقط تو حصار جاذبه است که میشه اینا رو پذیرفت. و بعد ما در طول تاریخ با یک شخصیت دیگه از این ولی بزرگوار روبرویم که اصلا با واقعیت سیاسی و عملی اون نمیخوند. بعد از این سنت در رفتار امامان شیعه و پیامبر، ما بریم رو کارکردهای تاریخی ببینیم که واقعا تو تاریخ 1400 ساله شما چند نفر رو میتونید پیدا بکنید از زنانی که قد کشیدن و حتی مثل اون دوره هایی که مورد قبول ما هم به طور کامل نیستن، مثلا زنان ایرانی قبل از اسلام که شاه میشدن مثلا یا فرمانده نیروی دریایی میشدن. همینجا من تاکید بکنم که ما با یک نوع زن روبرو نیستیم. زن کشاورز یه زندگی داره، زن کارگر یه زندگی داره، زن نمیدونم شاه یک زندگی داره، ولی کجاست این پروردگاری که محور جهان در دستشه و اونو میچرخونه و انسانی که بهش دستور میده آخرین دینی رو که میفرسته؟ ما با چند تا زن روبرویم که بشه مثلا امروز مطرح کرد به من یک فیلسوف؟ با یه عده روبرویم. من بارها سوال کردم، گفتم اینا بانوان محترمی بودن، فاطمه و سکینه و رقیه و زینب، نخست اینها تقدسشون نه به خاطر دانش و کارهای تاریخی که انجام دادن، به خاطر خون پیامبر در رگاشونه، یعنی یک چیز عاطفی مذهبی است. و نکته دوم، در طول تاریخ چه کار کردن؟ قرنها اسم بچه‌هامون رو گذاشتیم، کدومشون یه پروسه سیاسی مبارزاتی اینا داشتن؟ وجود نداره این کارکردهای تاریخی رو وقتی ما نگاه می‌کنیم. بعد بریم تو حکومت‌های اسلامی، من بارها گفتم 14 قرن توفه نطنز و بردن آقا جمهوری دموکراتیک اسلامی را بندازیم. این اسلام چطور شده که بعد از اینکه مارسیم سر کلاش پیدا شد و بعد از اینکه انقلاب کبیر فرانسه رخ داد و بعد از اینکه رنسانس رو فیلسوفان اروپایی خلاصه به بر نشوندن، اندفع سر کله ادعاهای اسلامی پیدا شد که جمهوری دموکراتیک اسلامی می‌خوایم را بندازیم، جامعه بی طبقه توحیدی می‌خوایم را بندازیم؟ همش چرندیات. برای اینکه 14 قرن وقتی ما نگاه می‌کنیم این دین و آیین یا خرافه پراکنی کرده از اول تا آخر، یا اینکه به عنوان فرهنگ نظام‌های حاکم در تمام حکومت‌ها در کنار حکومت‌ها عامل سرکوب فرهنگی و خفه کردن خردورزی مردم بوده. یه مرتبه تو قرن 20 سر و کله نمی‌دونم سید جمال اسدآبادی پیدا میشه، سر و کله نمی‌دونم یه مشت خلاصه کسانی که معتقدند که باید امپراتوری اسلامی رو انداخت با کمک عثمانی ها، و بعدش هم سر کله فدایان اسلام پیدا میشه، بعد سر کله مجاهدینی خلق پیدا میشه. نه خیر آیون، دشمنی فردی نیست، این خواب و خیال، زیرا از این آیین در نمیاد. حکومت های اسلامی پیش روی ماست. یکی علویان بود که من صحبت کردم که چه جنایاتی واقعا تو شمال کردن در همزمان با یعقوب لیث، که یعقوب حمله کرد به اونها و آخرش هم متوجه شدن رفتن، اصلا غیر ایرانی بودن اینا، ساداتی بودن که اومدن از مدینه و اینها سوار شدن بر مردم ایران. این همه علویان علویان، و همینجا باید نقد انتقاد کرد به این نگاه چپ مارکسیستی زمان استالین که هر کسی که توی مملکت شورش کرد من جمله محمود غربالبند تا
تارابی که یک رمال و جنگیر بود زمان مغلا شورش کرد 60,000 نفر رو به کشتن داد، میگن که آقا از مبارزان بود. یکی همین علویانی که سربداران حکومت. خیلی خوب، حالا بذار بپرسم از شما، حالا که رسید به ماجرای این، بذار از شما بپرسم. تو این قرن 21 یکی از سازمان‌هایی که ادعای آزادی زنان را دارد و رهبرش هم خانم مریم عجر ازدانلوس یه زنه و شورای رهبریش هم زنان تشکیل دادن، این پوسته روه. اما واقعا این مجاهدین در این سازمان وضعیت زنان چیست؟ واقعا آیا اینا اونجور که مدعی هستن، چون حتی اینا آمریکایی را هم این شیوه گول زد وقتی آمریکایی ها وارد عراق شدن و وضعیت این سازمان رو نگاه کردن، خب گفتن، گزارش کردن که آقا اینا همه زنا فرماندن، زنا توپچی هن، زنا فرمانده تانک هن، زنا تانک می دونن، اینا خیلی پیش روان. آیا واقعیت قضیه این است که نشان می دهد؟ آیا نگاه سازمان مسعود رجوی به زنان یه نگاه پیش روه؟ چجوریه داستانی شد؟ ببینید، این مقوله‌ای که شما الان مطرح کردید، این رو ما باید در پیوند با همون پایه‌ای که من روش بحث کردم باید دید. ببینید، در این سازمان، تو این سازمان زنهایی که وجود دارن، من هم به تجربه میگم هم به دیده های خودم، اینا هیچ کدوم مشروعیتشون رو از توانمندی خودشون نمیگیرن. مشروعیت اینها بارها در سازمان گفته شده که از رهبر عقیدتی میگیرن، یعنی به خاطر اینکه رهبر یک مرد هست، آقای رجوی، اینها مقداری که اون وصف هستن، اونو پذیرفتن، در اون ذوب شدن، اینها به اصطلاح مشروعیت دارن. اینها صریحا تو این تشکیلات گفتن. بنابراین ما دنبال اون زنی که میگردیم، زن آزاد، زن آگاه، چنین چیزی وجود نداره. ببینید، در این تشکیلات ما با زن سرباز روبرویم. من آرزو میکنم که اینها واقعا بعد از 55 سال تعارفی نداریم، بنابراین یه پدیده تاریخی داریم بررسی میکنیم مسئله رو، باید بفهمیم دارن چی کار میکنن. یک فیلسوف، یک اهل فکر، کسی که بتونه یک تئوری جدید ارائه بکنه، مثل نمیدونم روزا لوکزامبورگ، اینا میگن ما بالاتریم دیگه، مثل سیمون دو بوار، اینا کجاست؟ این جز یک بخشی از انسانهایی که به عنوان سرباز دارن فعالیت میکنند، کشته میشن. و اگر ما دقت بکنیم، ببینید، رهبر عقیدتی عامل مشروعیت زن هاست. در تشکیلات که ما بودم سال 68 آقای رجوی اعلام کرد زنها به این دلیل بالاترن که کمتر از شما میفهمن، فردیت نداره، و کلمه صفر کیلومتر رو به کار میبرد برای اینا. زنهای صفر کیلومتر زنهایی هستن که نزدیکترن به ما، اعتبارشون از یک مرده. در این تشکیلات ببینید، گفتم عشق مهمترین چیز زندگی است. برای اینکه سرباز کامل بسازن، و فقط سرباز برای جنگیدن و کشته شدن، و برای اینکه رهبر برسه به نقطه قدرت و سکان رهبری ملت رو در دست بگیره، حتی عشق رو نمیتونن انتخاب بکنن. ببینید، این تشکیلاتی من خودم از خودش عبور کردم. در مقابل 250 نفر، خود من به عنوان یک مجاهد و همسرم به عنوان یک مجاهد، بلند شدیم و به هم بد و بیراه گفتیم و همدیگر رو طلاق دادیم تا در خدمت رهبر باشیم. سازمانی که عشق رو نفی بکنه بسیار سازمان خطرناکیه. یعنی سازمان عشق وجود نداره و اعلام شد که تا پایان اون باید مجرد. این مسئله مجرد بودن داستان دیگه ایه، خیلی هم مجرد موندن، ولی اینکه یه نفر دیگه تصمیم بگیره که تمام روابط انسان‌ها رو با زندگی قطع بکنه که اینا آماده مرگ باشن، بچه نه، همسر نه، چون این میتونه آدم بکشه بیرون و با این بهانه ضعف‌های خودشو بپوشونه. ما که با پروردگار روبرو نیستیم و اینها، حتی پروردگار هم چنین چیزی نگفته. تو همین مذهبی که من به نقدش نشستم، یک جمله‌ای که اگه درست بخونم میگه نه، ابغض الاشیاء عند الله الطلاق، میگه
مبغوزترین چیزها نزد همین الله مسلمانات طلاقه. اینا طلاق عمومی کردن در حالی که سال 63 جناب رجبی اعلام کرد این اولین و آخرین طلاق در سازمان مجاهدین، یعنی ازدواج خودش با خانم آزمان بود، ولی 4 سال بعد 5 سال بعد اینها رو تمامش رو نفی کرد و گفت که باید همه طلاق بدید و طلاق داد. ببینید این زنی که ما باش روبرویم این یک پوسته است، ما با زن آگاه روبرو نیستیم، با زن جنگاور روبرویم، اونم در وصف به یک رهبری که همه چیزها اعلام شد. من البته گفتم وارد مقولات سکسی و جنسی نمیخوام بشم، خیلی تو این زمینه صحبت کردن، ولی این که سازمان رو حفظ بکنم و تشکیلات حفظ بکنم با نابود کردن همه چی من جمله روابط زن و مرد، و اعلام شد که همونطوری که تمام این چیزا تانک و توپ و نمیدونم این چیزا به رهبر تعلق داره، زنها و مردها متعلق به رهبریه. یعنی این بار ما در حیطه قدرت پروردگار نبودیم، قدرت پروردگار منتقل شد به رهبر عقیدتی و ایشون صاحب همه مردها و زنها شدن. و این چنین است که ما با یک زن روبرویم که روش خیلی تبلیغات میشه، ولی نمونه رو وقتی ببینیم مثلا بعد از عملیات فروغ جاویدان که همه رفتند، اینقدر نفر کم بود که موقعی که کشتگان 1400 نفر تقریبا کشته شدن در این عملیات بعد از یک روز نیم، و کلی افراد بی زن و شوهر شدن. 3 ماه که گذشت، 3 ماه اندی، ما شاهد یک سری سلسله ازدواج هایی بودیم که تمام زنهای همسرانشون شهید شده بودن، اکثرشون به ازدواج مردانی در اومدن که همسرانشون شهید کشته شده بودن. و هم موقع من فکر میکردم که چرا نمیذارن که این اقلا خاطره پاک شه از این، برای اینکه اصالت نداره خاطره، برای اینکه عشق اصالت نداره، برای اینکه در این تشکیلات نه زن اصالت داره نه مرد، بلکه فقط رهبر اصالت داره و اینکه به قدرت برسه. خب این ازدواج انجام شد، تو یکی از اینا من خودم بلند شدم اومدم بیرون. وقتی رفتم دیدم که مثلا میشناختم طرفو، من یک نکته براتون بگم که برای اینکه روشن بشه، من یکی از اقوام نزدیکم برادرش در جوانی فوت کرد و تو فامیل رسم داره اینکه بچه ای داشت و زیر دست غریبه بزرگ نشه، زن اون رو دادن به برادرش بعد از صفش. پدر من تعریف میکرد که به مدت 2.5 سال این به سراغ همسرش نرفت، یک معلم ساده دبستان. پدر من چون جنبه ریش سفیدش رفته بود سراغش، گفته بود که همونجا چرا تا نمیری به سراغ زنه، گفته بود که من نمیرم برای اینکه نمیدونم اون خاطره همسرشو فراموش کرده یا نه. و بعد از 2.5 سال این زن بود که رفت به سراغ شوهر خودش. پارسال زن مرد در سنین خیلی بالا، مرد هنوز زنده است. تو روابط ساده اجتماعی انسانهایی که مقدار خردداران رعایت میکنن، ولی اصلا این رعایت نمیکنن که اصالت وجود نداره، زنی اصالت نداره، مردی اصالت نداره. این چیزیه که اینها باید بفهمن. من همینجا به این بانوان عرض میکنم، شما ذره ای ارزش ندارید برای این تشکیلات و همچنین ذره ای ارزش سیاسی با این فکر برای ایران آینده ندارید. شما یه عده افرادی هستید که نه به خاطر آزادی بلکه به خاطر اندیشه ارتجایی دارید رنج میکشید. 3 سال بعد از این قضیه، بعد از این ازدواج ها، یعنی بعد از عملیات ماه مثلا خلاصه آبان و آذر بود که این ازدواج ها شروع شد سال 67، و سال 68 اواخر 68 این مرتبه جلسات طلاق شروع شد. آقا نخست مسئولین با طلاق بدن، بعد دیدن که نمیشه که مسئولین طلاق بدن بقیه طلاقن، طلاق رو عمومی کردن و نهایتاً آقای رجبی اعلام کرد تا پایان عمر. و حتی توی که از نشستا یکی گفت اگه تو کره مریخ من برم زن بگیرم، گفت اونجا ممنوع. یعنی انسان اینجا انسانی نیست که علیه پروردگار تو بهش شوری. اون پدر ما، پدرم روزه رزوان به دو گندم بفروخ، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم، به قول حافظ. این انسان شورشگر، چه زنش چه مردش، تبدیل شده به یک انسان بی عشق، بی ارزش و فقط در خدمت رهبری. حتی به ما گفتن که در پس از مرگ حسابرسی فردی وجود نداری. سر دوراهی میپرسن رهبرت کی بود؟ خمینی جهنم، رجوی بهشت. این بساطی است که دارن و بنابراین این نظام نظامی است کاملا مرد سالار. یک مرد در رأسش قرار گرفته
اتفاقا قربانی اصلی تو این دستگاه زنها هستن، اگرچه خودشون نمیفهمن، به دلیل اینکه اینا اون چیزی هم که بودن بعد از 40 سال اگر دانشی داشتن از بین رفته، فقط تبدیل شده به یه سری هیاهوا و زمزمه های تشکیلاتی. و خلاصه خبری از زن آزاد شبیه سیمین دوبوار، شبیه لوزا لوکسانبورگ، حتی شبیه اون زنانی که در آغاز تو سازمان های فدایی و مجاهد بودن و اون البته اشکالات زیادی بهشون وارده، ولی اونها این نبودن. این چیزی که در روزگار ما شاهدیم، اینها سمبل زنان آینده ایران به هیچ وجه نیستن. زن ایرانی داره در آزادی رشد میکنه. سمبل هاش نه کسانی هستن که مشروعیتشون از مردشون بگیرن یا از یک رهبر عقیدتی یا از نمیدونم رهبر گروه یا سکت. اونها صلاحیت و مشروعیتشون از مبارزات خودشون دارن میگیرن به خاطر انسان شدن. نمونه هاشم تو ایران فراوون هستن، ده ها نفرشون تو زندانن و نمونه برجستش خانم نسرین ستوده است که واقعا من همینجا در آستانه 8 مارس در مقابلش سر تعظیم فرود میارم. میذارم من دوست دارم. ممنونم. بذار برگردیم به این فیلسوف اسلامی. از اینا گفتی، از همشون گفتی، سه جمال گفتی، برگردیم به این فیلسوف اسلامی. بگذاریم از این که گفتم من هر دو نوار رو روی صفحه سایت خودم گذاشتم، روی سایت میان تیوی گذاشتم، مردم تناقض رو ببینن. که این یه جا اون رو پنچر معرفی میکنه، یه جا اون رو باسوادتر از همه پادشاهان ایران معرفی. این یه دروغه، این یه دروغ معلومه، نمیشه اینطوری گفت. ولی نظر خود این سروش راجب زن چیه اصولا؟ اون نگاهش تو مطالبی که گفته و راجب زن، اون زن رو چجوری تعریف میکنه؟ چی میدونی از این؟ ببینی سروش، من پیشنهاد میکنم دوستان یک صحبتی فکر کنم، یه مقاله داره آقای ایجادی که انسان فریخته و خردمندی است و این مقاله خیلی من خوش آمد موقع خوندمش. یه نکته‌ای داره که فارغ از چیزهایی که من و شما صحبت کردیم و اینکه این فرد کلن یه انسان شعر زده‌ایه که من هر بار میخوام واقعا هر چیز رو از تناقض بیام بیرون، میرم بالا، یعنی میرم توی کادره، میخوام آقای سروش رو بررسی کنم. مثل این کتابی که عرفان و رندی در شعر حافظ، اسم دیگه‌اش هستی شناسی حافظ، من از این اسم استفاده کردم و یک بار مولانا رو اینجوری بررسی کردم توی مقاله نسبتا مفصل، که عوضی که ببینم مولانا چی میخورد و چی میپوشید و چجوری میرخصید، چارچوب فکری رو که معتقد بهش بود رفتم بررسی کردم تا بفهمم مولانا کی بود. حالا این جناب سروش هستی شناسیش که مشخصه، کسیست که یه مقدار این در اون در زد و نهایتاً برگشت سر جای اول، حالا چه بخواد به ایران بره چه نخواد. ولی وقتی که ما بحثای اینو میخونیم، این دست بحثا رفتن آزاردهندش که مور مور کردنش به قول معروف، زمزمه کردنش که نمیخواد جواب بده، مثلا سر مسئله لباس و آزادی های زن، و زن هزار تا مسئله داره تو ایران، مسئله زن هم حل نخواهد شد مگر با جنبش اصلی ایران، که البته یکی از نمایندگان اصلی این جنبش خود زنها هستن پیشتازش. آقا این مقوله حجاب مثلا، مقوله آزادی در پوشش و خیلی چیزای دیگه چجوری تو اسلام حل میشه؟ ایشون اولی که جواب بده مثلا در رابطه با زنها، یه کار این رو فقه تعیین کرده از فقه باید ما دوری بگذنیم، علما خلاصه اومدن فشار میارن، بریم به حیطه اخلاق و عرف، یعنی میبره شما رو مسئله زن از حیطه فقه میخواد در بره، اینجا یک بخور معروف دستی به سبیل مبارک و ریش مبارک بکشه و فیلسوفانه برخورد کنه. ولی وقتی که میره تو حیطه اخلاق، در حقیقت عرف رو میبره میچسونه به ریش شر، یعنی میخواد از دست شر در بره. ولی عرف آقای سروش همون شرعه، دیگه اینطور نباید باشه که ما عرف مثلا زیر پا بذاریم. خیلی زن هستن که میخوان حجاب داشته باشن، خیلی زن هستن که این چیزی که در خارج نشین ها میگن که آقا زنها هر کی حجاب داره و پوشش داره این مرتجعه، اینطوری نیست. البته کسی اینو نمیگه. زمان محمد رضا شاه
زنها در پوشش آزاد بودن. خیلی از مادران و خواهران ما چادر داشتن یا روسری خیلی نداشتن. تو خانواده خود من 6 7 تا خواهر دارم، 3-4 تاشون روسری داشتن، 2 تاشون نداشتن، به خودشون مربوطه. ولی کاری که آقای سروش میکنه جواب ندادنه و اینه که از عرف و اخلاق علیه مسئله استفاده کنه و به نفع شر حل بکنه. این در حقیقت دیدگاهیه که زیادم واردش نمیشه، مخصوصا تو خارج کشور آدم گیر میفته. و خیلی موارد مثلا ما شاهد یک پرده دریای عجیب غریبی هستیم که آقا مثلا وحی نمیشود یا مثلا آخوندار رو نقد میکنه، ولی این کسی نیست که عبور کرده باشه. این نقدی که میکنه خودش بهش معتقد نیست یا اینکه میترسه. تو اینا دوستا مشکل داره. ببینید یکی مشکل ترسه، یه زنها و فیزو اصلا میترسه بیاد بیرون. مثلا بنده دست گذاشتم کنار، گفتم گورو بابا کسی میخواد منو بندازه جهنم، بندازه تا خسته شه. یه بارم به یه دوستی گفتم، گفتم ببینید جهنم نشانه شکست پروردگار در مقابل انسانی. همونطور که کسی که آدمو ترور میکنه و میکشه، مثلا کسی کسروی رو کشت، در مقابل کسروی شکست خورد. برای اینکه کسروی کشته شد و اون کشت رو نمیتونست جوابشو بده. این جناب پروردگار هم این جهنم به درد عمش میخوره، برای اینکه حریف انسان نشده، انسان گوش به حرفش نمیکنه، میگه میندازم تو جهنم. این بساط آقای سروش میترسه، نتونسته عبور بکنه، نتونسته مثل اسپینوزا یا مثل اون عارف فکر کنم ابو سعیده که جمله زیبایی داره، یکی ای شیخ خلاصه و از جهنم نترسی، حرف زیبایی میزنه، میگه آیا در جهان جایی هست که از خدا تهی باشد؟ اون آخونده میگه نه، میگه چگونه جهنم در خدا زبانه کشد، از جهنم وجود نداره. یا یه حرف دیگه داره، میگه دوست دارم که در قیامت بر لبه جهنم بیستم و هر کس را خواهند به جهنم در اندازند، مرا به جای او به جهنم درست کنند. این نگاه عارف، البته من با بعضی حرفاشون موافقم و بعضی مخالف، ولی آقای سروش از این در نمیاد. دو، ایشون میخواد برگرده. سه، میخواد دکون دستگاهش رو حفظ بکنه. یعنی آقای سروش منهای اسلام چی هست؟ عده زیادی اینا نیازمند اینن که آقا استاد دانشگاه فیلسوف هست، تمام رگ و ریشه‌اش داره تو اسلام قیس می‌خوره، بیرون که نیومده. مثلا اسپینوزا اول یهودی بود، بعد گرایش به مسیحیت پیدا کرد، بعد اصلا آزاداندیش شد، یعنی لایدری اومد یه مکتب رو بنیانگذاری کرد. یا ولتر جهان خودش ساخت، نگران این نبود که اگر که از مسیحیت اومده بیرون نون آبش قطع میشه. اینها چون نون آبشون قطع میشه، نون آب واقعا فکریشون بیشتر و مادیشون، و نیز میترسن و نیز به قول شما میخوان برگردن. اینه که دست به عصا را میرن و تو زمینه زنها اگر بخوام فرموله بخونم، با مسامحه، البته آقای ایجادی دقیق صحبت کردن، ایشون در حقیقت از دست شر در رفتن و به عرف و اخلاق پناه بردن و دوباره اخلاق و عرف رو زنجیر کردن و به زیر عبای آخوند کشیدن است. این کارش در مورد زنها هیچ چیز نوعی نه عبدالکریم سروش آورده نه بقیه گروه آوردن. کسایی هم که میبینیم که در عمل اجتماعی مثل بعضی از این نواندیشان مذهبی اینها رفتارهاشون مطابق با روزگار نو هست، اینها بیرون زدن از کادر اندیششون. یا مثلا سازمانی مثل مجاهدین که 55 سال به قول خودش سابقه داره و 100 هزار شهید داده، که از اینا 6 7 هزار تا زنهای تیربارون شده و خلاصه کشته شده در زندان ها هستن، ببینید جرأت نداره این مقوله روسری رو که سمبل اسارت زنه به نظر من بذاره کنار. برای اینکه تای خط یا نمیتونه این دین رو رفرم کنه، توش رفرم پذیر نیست، یا به جهل زنان احتیاج داره. برای اینکه زن آگاه، زن آزاده که زیر هر ترهات مزخرفی نمیره، زن آزاده که عشق میشناسه موقعی که بخوان جداش بکنن از همسرش خودش تصمیم میگیره اگر دوست نداشته باشه، وگرنه مثل تیتو. این یه جای من اینو در مورد جنرال تیتو خوندم، تیتو رو میخواستن دستگیر کنن، یک زنی یا معشوقی داشت فکر کنم همسرش بود که دستگیرش میکنن و توی میدان به یک ایری خلاصه میبندنش و شکنجهش میکنن. هزاران نفر جمع شده بودن تماشا میکردن و تیتو وسط جمعیت بوده و زن رو میدیده، زن هم چشمش بون افتاده و هیچ کدوم همدیگر رو لو ندادن و زن کشته شد.
میشه جنگید با عشق و زن آگاه میتونه بجنگه و بمیره ولی خصائص انسانی خودشو حفظ بکنه. این زن رو نه سروش نمایندشه، نه مجاهدین خلق نمایندش هستن، نه نواندیش مذهبی نمایندشه، خودش نماینده خودش به در خودش تو ایران میسازه. امثال زنانی که در ایران دارن به زندان میرن، امثال زنانی که مثل همین خانم ستوده وقتی یکی از موکلینش کشتن گفت که آرزو داشتم به جای اون منو اعدام میکردن. این چنین زنیست که آزاده. ما عکساشو میبینیم که در کنار همسرش در عین جنگیدن در جلوی دهان خامنه ای وقتی که از زندون آزاد میشه زن شوهر همدیگه در آغوش میکشن میبوسن و این مزخرفاتی رو که نمیدونم همسال آقای سروش برغول میکنن یا همسال رهبر عقیدتی به کناری میذارن. این چیزیست که در مورد زن و نگاه آقای سروش میشه گفت. منتها مشکل اصلی آقای سروش تو مسئله زنا نیست، تو کل دستگاه و قاعده دستگاهش بالکل بر یاوه سواره و بر خرافات. بسیار ممنون. اجازه بده که فرصت نداریم آقای یغمایی، حرفا بسیار جا مونده باید گفته بشه. بذار همینجا نظر این فیلسوف اسلامی رو رها کنیم و بریم سمت دیگر قضیه و اون هم موقعیت زنان رو در این 40 سال با 57 سال پیشش بررسی بکنیم. تا بپرسیم از شما که چه دیدی واقعا آدم بیه همجوری نظر ساده بندازه به وضعیت زنان در این 40 سال و در اون در حقیقت 15 سال و نمیدونم اونم 46-47 سال میشه مجموعا، چون که واقعا رضا شاه از سال 1304 که شاه شد دولت پهلوی رو آغاز کرد تا شهریور 20 که پسرش به سر کار آمد و از شهریور 20 تا بهمن 57 هم 37 سال و 3-4 ماه میشه، اونم 15-16 سال هم اونور بهش حساب کنیم قریب 50 سال، اینم 40 سال. وضعیت زنان رو چجوری میشه نگاه در دوره پهلوی و در دوره خمینی؟ بفرمایید. ببینید در دوره خمینی که ما تجربه داریم که چه بلایی بر سر ما و بر سر ملت ما و بر سر زنان آوردن که فیلماش هست واقعا، از بیکاری، از فحشا، از فقر و از نابودی همه چیز که البته از درونش خوشبختانه ما شاهد جنبش زنان هستیم که اگر این نبود آدم دق می‌کرد. در دوره پهلوی ما با دو دسته نگاه یا سند موافقیم. یه دسته ای که این به اصطلاح اسلامیست های خمینی گرا و خامنه‌ای گرا و نونخوراشون می‌نویسن، تمام حرفشون اینه که زمان شاه زنها لخت می شدن، نمیدونم فحشا و فساد خلاصه فلان بود، تاج الملوک مادر محمد رضا شاه خلاصه در خاطرات جز هوس بازی های محمد رضا شاه گفته، نمیدونم فریده دیبا چنین گفته در مورد دخترش، پروین غفاری که معشوقه محمد رضا شاه بود چنین گفته و انگار که تمام ماجرای این 40-50 سال حول عشق بازی و نمیدونم تفریحات فلان شاه و نمیدونم فلان وزیر میچرد. اینا جز مزخرف بیش نیست. در طول تاریخ ما شاهدیم که مثلا پادشاه خورشید لویی 14 هم چنین ماجراهایی داشته، اونم شاهی بوده که نداشته، ناپلئون بناپارت نداشته. یا بریم بالاتر، پیامبر عظیم الشأن ما خودش 32 زن گرفت، 10 نامزد داشت موقع فوت کرد، مولا 11 داشت. این ها چیزایی که تاریخ ثبت کرده. حالا چه گذشته باید بدونیم. داستان اینه که در دوره پهلوی اصلا واقعا اگر فرصت بود ما میرفتیم از قدیم گفتیم که ما وقتی که با مسئله زن میخوایم برخورد کنیم با کدوم زن، ما با انواع اقسام زنها روبروی، با زن درباری روبرو هستیم، با زن کشاورز، با زنانی که تخت جمشید رو ساختن، با زنانی که در میدون جنگ به زیوتاب جنگیدن، کسی فرمانده نیروی دریایی بود، با زنهای ایلات عشایر رو برویم که به نظر من نمونه های خوب زن ایرانی رو که ما
فقط تو شاهنامه سندشو داریم، ولی در جای دیگه گم کردیم. ما تو ایلات و عشایر، تو کردستان، تو لرستان، تو جنوب، تو خراسان میتونیم ببینیم. اینا رو باید ما جلو باید میرسیم به دوره پهلوی. دوره پهلوی ببینید، زمان رضا شاه، قبلا صحبت کردیم که رضا شاه کوشش کرد که ملت واحد، دولت واحد، هویت واحد رو بسازه و ایران رو از سلطه فئودالیسم و چندپارچگی بکشه بیرون و به طرف جلو هل بده. حتی اگر معتقد باشیم که رضا شاه به خاطر منافع خودش کار میکرد، لازم بود که این ملت نوسازی بشه و زن ایرانی از پشت چرخ نخریسی و نمیدونم بچه آوردن و زاییدن و جهل و بیسوادی در مملکتی که در آغاز حکومت رضا شاه 10-11 میلیون آدم مریض، اکثریت بیسواد رسید. گفتم انتقادها به جای خود باز هم خواهیم پرداخت، ولی واقعیت و تاریخ سیاسفید نیست، تاریخ آمیزه این دوتاست. این لازم بود که زن ایرانی آزاد بشه. یعنی این نقطه است که اگر ما این تفکرات کهنه رو بریزیم دور، ببینیم که این کار درستی بود، رو به جلو بود. حالا ممکن بود با آمرانگی رضا شاه همراه شد تو مقوله کشف حجاب، ولی زن وارد دانشگاه شد، زن معلم شد، زن دیگه کم کمک اومد رو به جلو تا رسید به دوره محمد رضا شاه. در دوره محمد رضا شاه رو ما شاهد بودیم تو جامعه که چند درصد دانشگاه زن بود، زنها دکتر بودن، وکیل بودن، وزیر شدن، اومدن جلو. به داستان فقط داستان عشق بازی نبود. و الان وقتی که مردم یه بخشی شد، نمیدونم 5% حتی میگن رضا شاه روحت شاد، یا اینکه نور به قبر محمد رضا شاه بباره، نه به خاطر اینه که محمد رضا شاه مثلا دیکتاتوری سیاسی داشت، به خاطر اینکه شاهد بودن که آقا این مملکتی بود که این وضعیت رو نداشت. یعنی کلی سازمان‌های زنان، انجمن‌های زنان، نمی‌دونم زایشگاه ایجاد شد، دانشگاه ایجاد شد. و این خودش بحثیه که ما موقع رسیدیم به دوره محمد رضا شاه، من ریز خواهم گفت وضعیت زن‌ها رو و خدماتی رو که خود ملکه ایران شهبانو فرح انجام داد تو این زمینه و خیلی مسائل حل و فصل شد. یعنی ایران اومد جلو. زن ایرانی رو ما شاهد بودیم در عمل که چگونه زیست، من جمله خواهران خودمون رو که همه ما، من تمام خواهران خودم دانشگاه رو گذروندن دارای تحصیلات عالیه، این چیزی بود که وجود نداشت قبلا و شاهد بودیم. بعد ما میرسیم به دوره خمینی. این دوره خمینی این تضاد یک رژیم سنتگرای کهنه پوسیده که ریشه‌هاش در غار حرا میخوره و قرن اول هجری، با یه جامعه ای که داره جلو میره. حالا اینا هزار چیز علیه حکومت پهلوی میگن، ولی از موضع آخوند نمیشه از رژیم شاه انتقاد. اگر ما میخوایم از رژیم شاه انتقاد بکنیم، باید از موضع آدمی که بالاتر از اون ایستاده، یعنی معتقد به یک دموکراسی پیشرفته تره، نه از موضع یک آخوند جنایتکاری که هزار برابر سیستم پهلوی خونریزی کرده، مملکت رو ویران کرده، رودها رو خشکونده، زنها ایرانی رو واقعا تو ابعاد وحشتناک. من بار گفتم باری کلام اینا، ببینید چه رشدی مملکت کرده زمان آخوندها، که زنان صیغه رو کارشناسی ارشد دارن، کارشناس ارشد تاریخ. در کجای دنیای زن فوق لیسانس میره به خاطر 200,000 تومان تو بستری مردی که فقط اسمش هم نمیدونه، یک ساعت بعد میره دنبال کارش؟ این کاری که اینا کردن تو زمینهای اجتماعی، اقتصادی، نمیدونم وضعیت فرهنگی، ما شاهدیم که این پایه های فرهنگی رژیم خمینی، پایه های مذهبی رژیم خمینی شکست تو جامعه و جامعه رو به فساد کشون و قربانیان وحشتناکی گرفت، که اینها رو باید بعد دانه بدانه. یعنی خسارات اجتماعی، اعتیاد زنان به فحشا کشیدن زنان، اینا هی زمان شاه رو بررسی میکنن. و اینکه آقا در دوره جدید زنها وارد شدن، زن رو کمیته چی کرد؟ بسیجی کرده، مامور امر به معروف نهی از منکر مسلح کرده تو خیابون که مزاحم مردم بشن. این افتخارات ایناست. البته من همینجا بگم جامعه یک حرکتی داره که ربطی به رژیم نداره. من حقیقتش بعضی وقتا تحقیقات زنها رو که در همین برنامه من استفاده میکنم، از کتاب و آثارشون میخرم بیارم اینترنت ببینم، شگفت‌آوره. یعنی روند حرکت اجتماعی رو این رژیم شکست خورده ازش. ما صدها زن برجسته، محقق، مورخ، دانشمند، تاریخدان
داریم که اینها ربطی به این رژیم ندارند و اینا خودشون رو فرا کشیدن و اینا همون زنهایی هستن که پایه‌های فرهنگی این جنبش زنان دارن میسازن، دانشگاه هستن، در دبیرستان هستن، در دانشگاه هستن و این اومده جلو جامعه ما بخشید. ولی تا جایی که به رژیم برمیگرده، زن مرده علاقه اون همون تصویری است که فکر کنم توکان استانی کشیده بود موقعی که آخوندها اعلام کردن که به نیت 14 معصوم باید زن 14 تا بچه بیاره و او یک تصویر خوبی کاریکاتوری کشیده بود که یک ملای زنش رو این RPG گذاشته روی شونه و اون مشغول شلیک بچه است. این سقف بالای تفکره. چند دقیقه پیشم من احادیث رو خوندم که نگاه پروردگار این دم و دستگاه به زن چجوریست که آقا کشزار شخمش بزنید، بهترین کارش اینه که حتی سوار شطور هم که باشه باید کام بده به شوهرش، اگر بی اخلاقی کرد باید حبسش کنید تا بمیره. اینا رو تبدیل کردن به واقعیت و اگر نتونستن کامل بکنن علتش مقاومت فرهنگی ملتیه که همینجا با آقای سروش میگم ببینید 1500 سال قبل از آینه تو این ملت زیسته بود و قهرمانان خودش رو خلق کرده بود، فرهنگ خودش رو خلق کرده بود و همین فرهنگ بود که نه تنها زبان ایرانی رو حفظ کرد، استقلال ایران رو به دست آورد، بلکه زن ایرانی رو اونقدر زنده نگه داشت که در مقابل این فرهنگ هولناک که با قدرت امنیتی و نظامی آمیخته بود بیسته و امروز آخوندها واقعا سیستم جمهوری اسلامی در مقابل زن ایرانی به زانو در اومد. در این شک نکنید، اینا چند سبایی بر سریر قدرت هستند ولی با همه خرابکاری کردن اون فرهنگ، اون چیزی که سروش هرگز نفهمید، ایستاد و این رژیم رو به زمین خواهد کشید. بله، متشکرم آقا، سپاسگزارم از همه مهر. من هم باور دارم به این موضوع، اون کسی که این رژیم رو زانو در خواهد آورد همین مبارزات زنان ما در ظرف این 40 سال بوده. اینا مقاومترین، پیشروترین بخش جامعه ما بوده. اینا فرزندان خودشون رو در این راه قربانی کردن و استقامت کردن، ایستادن. اینها بودن، این زنان بودن که خاوران رو با چنگ و دندان پیدا کرد. همین مادر لطفی که چندی پیش جان به جان آفرین تسلیم کرد می نویسه که اون با چنگش اینقدر زمین رو کن و فرزندش رو زیر خاک جنازش رو بیرون کشید. جا داره اینا رو قدر بدانین، زنان رو، مادران رو محترم بشماریم. این از ما آغاز می شود، به ما هم ختم. اینها برندگان این سرنوشت. بسیار ممنون و سپاسگزارم آقا و مثل همیشه برای خودت، عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدرت، علل خصوص این نوه نازنینت آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر و گفتگو دیگر. متشکرم آقای یعنی. موفق باشید آقای بهمانی و خوشحالم که نوه من هم دختر شد و یک تن به زنان این میهن افزود. ما هم خوشحالیم از این باور. سپاسگزارت شد. ممنون. به حال شنیدیم فرمایشات جناب آقای یغمایی نازنین رو. امیدوارم این صحبت ها نیز کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه ها مورد توجه شما نازنینان واقع شده است، مهر کنید و سایت میهن رو به دوستانتون معرفی کنید، اپلیکیشن رو حتما دانلود کنید، بعد هم شبکه های اجتماعی رو دریابید، سابسکرایب کنید، این کار رو لایک کنید و شیر. متشکرم از شما. ممنون.